این روزها اتفاقاتی در داخل کشور میفته که در هیاهوها و جنجالهای خارج کشور گم میشه یا در سایه قرار میگیره و همینطور در خارج کشور شعارهایی داده میشه که برخی ها اون رو منتسب میدونن به دستگاه اطلاعاتی. امروز به دو موضوع میپردازیم، یکی ظاهر شدن دوباره جیش الاعد، اون هم در این شرایط به سود کیست؟ موضوع دوم موضوع نفوذ دستگاه اطلاعاتی در بین اپوزیسیون توی خارج کشور هست. اما قبل از اون من خودم رو معرفی کنم. من کیانوش توکلی هستم، مدیر وبسایت ایران گلوبال و همینطور شبکه ویدیویی اون. اما موضوع اول، ببینید، دوستی برای من نوشته آیا کشتن این سه سرباز و دو استوار در سروان کار اپوزیسیون بوده و از جای دیگه ای هدایت نشده است؟ با توجه به اینکه در جریان انقلاب ژینا و اوج مبارزات مردم در کردستان ایران، رژیم سعی کرد با پهپاد و موشک به مقرهای احزاب کردی در کردستان عراق حمله بکنه و حمله کرد و از لحاظ دیپلماتیک هم خیلی فشار آورد که اونها از اونجا در واقع جمع کنن. و تحلیلگران مطرح میکردن که این عملیات مسلحانه جمهوری اسلامی به گونه بود که میخواست تحریک بکنه احزاب کردی بیان در داخل شهرهای کردی به جنگ مسلحانه بپردازن، یعنی یک جنبش مردمی که در کردستان ایران بود رو تبدیلش بکنن به یه جنگ داخلی و قطعاً با جنگ داخلی بقیه مبارزات در خارج از کردستان افت میکرد، در خود کردستان هم افت میکرد، برای اینکه شاید یه روزی احتیاج بشه ولی وقتی مردم در خیابون هستن مرگ بر خامنه ای میگن و به طور ده ها هزار نفر در کردستان ایران و در سایر شهرهای ایران داره عمل میکنن، عملیات مسلحانه میتونه مضر بشه به سود جنبش انقلابی و مبارزاتی مردم نیست. ما در حالی که در بلوچستان که الان 8 ماه از روزی که انقلاب ژینا شروع شده، هر جمعه ما داریم که صحبتهای مولوی عبدالحمید که من گوش میکنم واقعا از یک پختگی سیاسی برخوردار هست و کاملا مسئولانه صحبت میکنه، مردم ده ها هزار نفر هر جمعه میان در خیابونهای زاهدان و شهرهای دیگه تظاهرات میکنن، یه دفعه شما میبینید جیش العدلی که اصلا پیدا نبود، حالا خود دستگاه اطلاعاتی خونساش کرده بودن یا هرچی، یه دفعه میره توی مرز سروان 6 تا سرباز رو درجه دار میکشه. چرا؟ برای این که حالا این دوست ما مینویسه، چرا مطرح میکنه همین دوست ما که چرا به جای آمران و عاملان سرکوب مردم سه سرباز و دو استوار رو کشتن؟ فکر نمی کنید کشتن همین سه سرباز و دو استوار توانست قتل ناجوان مردانه چندین بلوچ مبارز که در این هفته توسط سپاه پاسداران صورت گرفته رو تحت شعاع قرار دهد و به نوعی توجیه کند؟ بله دقیقا هست، من بارها گفتم دستگاه اطلاعاتی ایران رو اکثر اپوزیسیون نمیشناسن، قدرت و توانایی نون رو نمیدونن و وگرنه مثلا جیش العدل خب یک سازمان اسلامی رادیکال شبیه مثل داعش، مثل طالبان هست از لحاظ اعتقادی. خب اینا که تا دیروز هیچ کاری نکردن، حالا که ده ها هزار بلوچ میان تو خیابون هر روز شعار میدن، اینا میرن 6 تا سرباز میکشن، اگه میرفتن یه مقر سپاه رو خلع سلام میکردن میگفتیم خب خیلی خوب، یا یه زندان که بلوچ ها درش بودن رو میرفتن محاصرش میکردن یا با نیروهای سپاه درگیر میشدن، بازم بیان 4 تا 6 تا سرباز بکشن. خب این یا انقدر
رهبران جیش العدل نادانن، یا اینکه اصلا خود جیش العدل هم زیر نفوذ جمهوری اسلامی هست، زیر نفوذ دستگاه اطلاعاتیه، یا اصلا ممکنه خود این دوستان میگو خودش ممکنه سپاه این کار کرده باشه و به نام جیش العدل هم اطلاعیه بده. البته جیش العدل یه سازمان وجود داره، حتما باید اعلامیه بده و حتما اعضا و سازمان‌های سیاسی باید اینو محکوم بکنن که آقا کشتن 6 تا سرباز به سود کیست. وقتی جنبش در حدی هست که میتونه بیاد تو خیابون شعارهای خودشو بده و بتونه گسترش بده، چه نیازی به این حمله داره؟ اما موضوع دیگه، من یک نامه رو بخونم در رابطه با همین وقایعی که در خارج کشور بعد از شکست در واقع یا بیرون رفتن 3 تن از اعضای 6 گانه شورای همبستگی مهسا، یک در واقع درگیری بین هواداران پادشاهی و هواداران جمهوری و دیگر جریانات غیر سلطنت غیر مشروط خواهی انجام شده که واقعا خطرناکه. و اون چیزی که ما در لندن دیدیم در رابطه با عالی پیام یا هالو، که خب دیگه اونقدر افتضاح بود که حتی داد خان هم در اومده، خیلی ها از هواداران پادشاهی هم اون رو محکوم کردن. اما بپردازم به این نامه دوستم که حالا سلام نمیدونم نامش رو ببرم، ولی برای من نوشته، میگه تصور من این است که جمهوری اسلامی دارد به یک افراد مبارز و تاثیرگذار رو که دستش بهشون نمیرسه ترور شخصیتی میکنه و از آقای رضا پهلوی شروع کرده، توسط هوادارانش که احتمالاً سر در وزارت اطلاعات دارن، به تک تک کسانی که تأثیر گذارن حمله رسانه‌ای در فضای مجازی شده. حامد اسماعیلون، مسیح علی نجات، عالی پیام، علی جوانمردی، البته در همینجا بگم علی جوانمردی بود که خودش شروع کرد و یک بگونه ای که باید رضا پهلوی رو ترور بکنن، که خب این کار نادرستی بوده، من ایشون رو جداگانه مورد بررسی قرار میدم، ولی در مورد دیگران مثل محسن سازگارا، شیرین عبادی و دیگران زیر ضرب رسانه‌ای هستن که در نظر طرفدارانش که از نظر در نظر طرفدارانش بی‌اعتبار شوند. جالب اینجاست که این کار را توسط به ظاهر هواداران شاهزاده انجام میدن. چرا به ظاهر؟ واقعیتش هم همینه. نقشه بسیار زیرکانه است که بر طبق آن بزرگترین شخصیت‌های مخالف جمهوری اسلامی بی اعتبار می‌شود و دیگر مخالفین را در خارج از کشور سرکوب می‌کند. البته این احتمال داره که دستگاه‌های اطلاعاتی در چی میگن افراطی‌ترین گروه‌بندی‌ها جا می‌گیرن و از اونجا حمله می‌کنند به سایر مبارزین. این که این افراد میان به صلاح حمله میکنن به مسیح علی نجات، حامد اسماعیلیون، شیرین عبادی، سازگارا، غیرو غیرو، اینا واقعیت اینه که آدماش هم شناخته شدن، یعنی از آسمان نیومدن یا از دستگاه اطلاعاتی نیومدن، ولی به نظر میرسه در رهبری سامان پادشاهی عناصر مستقیم دستگاه اطلاعاتی جا خوش کرده. برای اینکه وقتی 6 ماه طرف از ایران اومده و صاف میره کنار آقای رضا پهلوی قرار میگیره، جزو مشاورینش قرار میگیره مثل آقای قانعی فرد، خب این از کجا اومد؟ تا دیروز با محسن رضایی بود، حالا امروز که اومد خب همینجوری باید بیاد. من نمیگم حالا حتما این فرستاده دستگاه اطلاعاتی، ولی بالاخره باید این فیلترهایی باشه، آدمهایی با آقای رضا پهلوی نزدیک باشن که امتحان خودشون رو پس داده باشن،
یعنی همینجوری هر کی بیاد بگه جاوید شاه نمیدونم شروع بکنه نمیدونم شعار ملا مجاهد نمیدونم چپی مرگ بر فاسد رو طرح بکنه، که البته خب قبلش هم اون شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر رو مجاهدین را انداختن، چپی ها دنبالش رفتن، جمهوری خواهان دنبالش رفتن، از این برم اومد مرگ بر فاسد، یعنی در واقع اینا رو انداختم به جون هم دیگه. اگه دوستانی که برنامه های من رو دنبال میکنن میدونن که من مصاحبه های زیادی رو تا همین شبکه ایران گلوبال گذاشتم و اونجا اولین کسانی بودیم که گفتیم آقا این شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر این غلطه، و گفتیم دقیقا این شعار شعار مجاهدینه، ولی با این حال بهشون گفتیم آقا نکنه این کارو. در مقابل اون بلافاصله اومد شعار ساخته شد چیه؟ مرگ بر سه مفسد، ملا چپی مجاهد. آخه این مجاهد و چپی در طول این 40 سال هزاران ده ها هزار نفر کشته دادن، صدها هزار نفر زندانی دادن. آخه برای چی شما در این حرف میزنی؟ این که انقلاب 57 رو مثلا 57 یا کردن دلیل نمیشه در این 44 سالی که اینا جون دادن، خون دادن، زندگی دادن، تمام اموالشون رو از دست دادن، زندگی ها پاشید. آخه خجالت بکشین. اینا رو کی آورده؟ اینا رو آقای قانیفر آورده. قانیفر که میرفته ایران و میومده و حالا اومدش جزو مشاورین و محرمین آقای رضا پهلوی قرار گرفته. خب من دارم میگم شعارها میتونه در واقع ساخته و پرداخته دستگاه اطلاعاتی باشه و مجریانش آدم های خیلی ساده و مبارزی هم باشن، چه در سامانه پادشاهی چه در این طرف. اما خب در ادامه نامه این دوست رو میخونه، میگه میخواهند جو ناامیدی و بیعتمادی که از دهه 60 70 80 حاکم بود رو برگردانند تا نیروهای انقلابی مردم به حرف رود و مدت حکومت خود را طولانی تر کنند. کاملا درست است، ولی عکس العمل نیروهای دموکراسی خواه در افشای این واقعیت کافی نیست. شخص شاهزاده و حزب مشروطه نقش اساسی در خونسا کردن توطئه‌های وزارت اطلاعات دارند. کافی است همین کلیپی که یکی از هواداران خانواده پهلوی منتشر کرده و علنا اعتراف می‌کند که گروه پیمان مهسا را آنها به شکست کشاندن را افشا و محکوم کنم و همچنین از تمام لومپن‌هایی که با استفاده از علائم و نشانه‌های شاهنشاهی به تخریب دیگر شخصیت های سیاسی میپردازن ابراز براءت کنن. خب ببینید این چیزی که به هر صورت ما منتظریم که آقای رضا پهلوی و حزب مشروطه در این رابطه موضع بگیرن. اما نامه دیگه که من توی فیسبوک هم گذاشتم و اون هم توسط یکی از دوستان برای من ارسال شد، من اینجا میخونم و نوشته که مثلا اشاره میکنه به گذشته، میگه که ساواک برای شکار مبارزین سیروس نهاوندی، مسعود بطایی و عباس شهریاری را به بیرون میفرستاد و وقتی اینان از شکار چریک ها برمیگشتن به آزادی خواهان در بند میگفتن باز مسائل دیگه لو رفت و من را برای آن زیر شکنجه بردم. برای اینکه یه توضیح من داده باشم، سیروس نهاوندی یه تشکیلاتی رو درست کرده بود در حالا اینا این مثال که میزنم میچی میگن در مثال مناقشه نیست این رو بگیرید. سیروس نهاوندی یک تشکیلاتی رو درست کرده بود زیر نظر ساواک و هر کسی که مخالف شاه بود چه طرفدار مبارزه مسلحانه بود چه مبارزه سیاسی بود همه رو جمع میکرد و تحویل دستگاه اطلاعاتی میداد. تیفور بطایی یا مسعود بطایی در واقع مسعود بطایی
خب اونم داستانی داره که اومد به اصطلاح به جای رسید که دیگه تحمل زندان رو نداشت و رفت با ثابتی، و ثابتی هم گفت که ثابتی هم دقیقا بهش گفت تو حالا آدم مهمی هستی، نمیتونیم از آزادت کنیم به دنبال زندگی برویدن، این حال آنقدر مهم شده ای که نمیخواییم جاسوس یا خبرچین معمولی شوی، باید چهره و اعتبار سیاسی تو حفظ شود و حتی محبوبتر و مهمتر شوی. در این مدت آموزش لازم را به تو میدهیم و در فرصت مناسب از زندان فرار میکنیم. ترتیبی میدهیم که پس از فرار از زندان از ایران خارج شوی، به گروه جورج حبش بپیوندی، در آن سازمان باید روش کنی و بشوی یکی از معاونین جورج حبش. این رو ثابتی، در واقع پرویز ثابتی که الان هم زنده است میتونه شهادت بده. به هر حال اون زمان ببینید چقدر این مسئله نفوذ رو سواک کار کرده بود و طرف اومد تا حتی سال 58 همین مسعود عطایی اومده بود تو ستاد میکده و برای خودش اسم ستاد چریکای فدایی بود، که بعد رفت صحبت کرد و اعتراف کرد که چه گندی در اون دوره زده و به یک عامل ساواک بود. حالا منظور اینه که دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم میتونه که نتونسته تا حالا خیلی از آدمایی رو به عنوان مبارز بفرسته بیرون. یعنی شما به محض اینکه یکی از زندان آزاد میشه میاد خارج کشور، همینجوری باید احترامش رو داشت، ولی نمیشه یه دفعه این رو برداری بیاری بکنی مشاور خودت، بیاری اینو گنده بکنی. اول باید این از صافی های چیز، از فیلترها رد بشه، معلوم بشه که به هر صورت کجای کاره. و متاسفانه الان بگونه این شده که کنترل از دست همه در رفته. شاهزاده رضا پهلوی که خب از اون مهسا اومد بیرون و داره یه سری فعالیت میکنه، اصلا هم نگاه نمیکنه که این هوادارای ایشون در لندن چه دستگلی به آب دادن. و به نظر من جا داره آقای پهلوی دقیقا موضع بگیره. ببینید من خودم رو دارم میگم، من از سال 1995 به اصطلاح اون زمان عضو سازمان فدایان بودم، رفتم ترک کردم موضوع گفتگو با طرفداران سامانه پادشاهی، اون زمان که اگر یه همچی حرفی روی چپی میزد سرش رو از تنش جدا میکردم، ولی من رفتم زدم یه نامه سرگشاده هم نوشتم که این نامه رو دارم، حالا یه روزی هم اینو چاپش میکنم. در سال یعنی حدود 28 سال پیش. از اون به بعد خب یک نگاه مثبتی به طرفداران رضا پهلوی داشتم، ضمن اینکه همیشه میگفتم، الانم میگم، من سلطنت طلب نبودم، نیستم، و امید داشتم که با این به اصطلاح شورای مهسا بتونیم یک آشتی بین جمهوری خواهان و مشروط خواهان ایجاد بکنیم حول همین شورا، که متاسفانه چنان کوبیدنش که بیشترین حملات از سوی افراطیون راست بود، افراطیون سلطنت بود، همینطور هم جمهوری خواه ها و چپ های دیگه نابودش کردن. حالا هرچند خب موندن 3 نفر از اون 6 نفر موندن، ولی به قول خودشون راهشون بسیار بسیار سخت شده. خب آقای رضا پهلوی ببینید، من 28 سال از شما حمایت کردم، ولی امروز در مقابل کارهای زشتی که هواداران شما انجام میدن وای میستم، و فکر نکنید من تنها، میلیون ها نفر مثل من در داخل و خارج کشور این شیوه های فاشیستی، شبه فاشیستی و لجن پراکنی و زدن و انگوش کردن تو ماتد منتقدین سلطنت یا حتی مخالفین سلطنت، این پسندیده نیست. دموکراسی یعنی اینی که منو با خاک یکسان بکنید، هرچی دلتون میخواد به من کیانوش توکلی بگین،
من اون رو چاپ بش بکنم توی سایت ایران گلوبال، یا به شما این امکان رو بدم که بیاین جلوی من این حرفا رو بزنید. دموکراسی یعنی این. دموکراسی یعنی این نیست که اگه تو یه انتقاد بکنی، اصلا موضوع این که حالو مخالف سلطنت، خب باشه، دموکراسی یعنی این که مخالف من بتونه به همون اندازه من صحبت بکنه در همون جایی که من صحبت میکنم. اگر ما اینو یاد نگیریم، نقشه های دستگاه های اطلاعاتی محقق خواهد شد، همه رو به جون هم دیگه میندازه. الان شروع شه، همینجوری داره روز به روز بدتر و بدتر میشه. خب یکی بیاد پای پاپ داره وسط، این کیه؟ هیچ کس بهتر از شاهزاده رضا پهلوی نیست. بیا و بیا این کارا رو محکوم بکن، نه کلی کلی و اون چیزایی که قبلا نوشتی. ببینید شما فیلم بقول فیلمین سخن یه چیزی نوشته بود، میگه آقا بدون اینکه مشاورانت بیان کنار دستت بشینن، این فیلمی که خود حالو درست کرده رو گوش کن و بشین دوربین بذار جلوت و پاسخ بده، بگو اینا از ما نیستن، این شخصی که رفته فوش ناموسی میده، اونی که کلاش میندازه، اینی که انگشت میکنه توی ماتدش، این از من نیست، این مزدور جمهوری اسلامی. باید بگی مزدور جمهوری اسلامیه، تا اینا جرئت نکنن دفعه دیگه این کارا رو بکنن. شب روزتون خوش.